درود بر دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و لبتون خندون. همونجور که از عکس و اسم ویدیو مشخصه، میخوایم با همدیگه تو این ویدیو تنظیم آینه بغل، ترمز دستی، نور بالا، نور پایین، نور مهشکن و خیلی چیزهای دیگر رو یاد بگیریم و بهتون کمک میکنه که شما برای روز اول تمرین عملیتون مجبور نباشید 100 یورو پول بدید تا مربیتون در حالت ایستاده بهتون بگه نور بالا اینه، نور پایین اینه، نور پایین موقت اینه، نور بالای موقت اینه و خیلی چیزهای دیگه. در واقع یه ویدیو 10 دقیقه‌ای بهتون 100 یورو کمک میکنه. برو بریم ببینیم تنظیمات ماشین چی هست. بریم سراغ تنظیماتی که خدمتتون عرض کردم. اول از همه با تنظیم آینه بغل شروع میکنم. آینه بغل باید وقتی که شما داخل ماشین میشینید اولین مورد چکش کنید. در واقع شما همینجور که الان تنظیم هست باید بتونید دستگیره عقب به اندازه کافی بالا و به اندازه کافی پایین رو ببینید. یعنی چی؟ یعنی شما باید بتونید سطح خیابان رو به اندازه کافی ببینید و همینطور سطح بالای خیابان رو خوب ببینید. دقیقا همین برای آینه بغل اونور هم صدق میکنه. پس اولین مورد آینه های چپ و راست رو چک کنید. بعد بیاید سراغ آینه عقب. میبینید شما باید بتونید به اندازه کافی بیرون رو ببینید، یعنی نه خیلی سقف رو ببینید و نه خیلی صندلی ها رو ببینید. در واقع تا میتونید باید عقب رو ببینید، خیلی میون حال هستش. این از مورد اول. حالا شما روز اول داخل ماشین که میشینید تنظیمات آینه متفاوته. ماشین قدیمی من تنظیمش اینجا بود که با دست بود. حالا این ماشینه این تنظیمات رو الکترونیکی داره. من باید روشن کنم ماشینو و بعد با این دکمه که حالا اول میذارمش سمت راست، این دکمه رو، یعنی اینکه آینه این ور رو میخوام تنظیم کنم و الان روی سمت چپ فشار میدم. میبینید خیلی راحت میتونم عقب و جلو، بالا پایین تنظیم کنم تا دقیقا اون چیزی که میخوام رو بهش برسم. من دوباره تنظیم رو برمیگردم به چیزی که بود و اگر بخوام آینه اون ور رو تنظیم کنم اونم این ور میذارم و چپ و راست میکنم و تنظیمش میکنم. حالا بعضی ماشینا برای اینکه ممکنه مثلا دو تا راننده داشته باشه، برای من و خانومم مثلا، یکو گذاشتیم برای من، دو برای خانوممه، چون سیستم بدنمون خب متفاوته. میخواد بشینه تو ماشین سری میزنه یک یا دو و اون راننده تصمیم میگیره که چه تنظیماتی باشه. پس آینه وسط، آینه بغل رو گفتیم. نکته بعدی میریم سراغ چراغ ها. روی ماشین های مدرن، من پیادشم که نور بهتر باشه، اینم باید بذارم روی آف فعلا. روی ماشین های جدید این تنظیمات رو ما داریم، یعنی اینکه این چراغ خاموشه، این بهش میگن شتندلیشت، یعنی اینکه من ایستادم و فقط میخوام اگر شب هست برای کسی که از دور میاد مشخص باشه که اینجا یه ماشین هست. این حالت اتوماتیک نور به نور معمولی هستش، نور جلو، و این هم حالت دستی یا منوال هستش. شما معمولا روی حالت اتوماتیک اگر بگذاریدش عالیه، چرا که وقتی که تاریک میشه خودش چراغ روشن میکنه، یا حتی موقعی توی تونل میرید دیگه یادتون هم نمیره، خودش اتوماتیک چراغ روشن میکنه. حالا یه نفر ممکنه یک کمی توی مصرف سوخت بخواد صرفه جویی کنه، خودش بخواد تنظیم کنه. خلاصه اینه که ماجرا این شکلیه. این قضیهش چیه؟ ببینید شما موقعی که یه وقتی مثلا دو سه تا از دوستاتون که وزنشون زیاده رو توی ماشین دارید، یا میخواین برین مسافرت کلی وسیله تو صندوق عقب دارید، باید با این یه کمی چراغا رو بدید به پایین. چرا که ته ماشین رفته پایین، سر ماشین رفته بالا، یه کمی نور رو میده بالا. پس با این یه کمی نور رو میدید پایین و تنظیمش میکنید. اوکی؟ اینم از این. حالا ببینید من همینا رو هم توی کیلومتر ماشین میبینم. میبینید الان من این رو میذارم روی حالت آف، اینجا خاموشه. اینو میذارم روی حالت اینجا، میبینید که اونم روشن شد. اگر بگذارمش روی اتوماتیک، الان چون روز هست نیازی به چراغ نداریم و اینم خاموش میمونه. به محض که برم تو تونل اونم روشن میشه. اوکی؟ پس این رو هم اگر بذارم دوباره چراغ من روشنه. نکته ای که توی امتحان عملی ممکنه مربی یا کسی که ازتون امتحان میگیره ازتون بخواد، نور بالا هستش. ببینید
معمولا 99% ماشینا این شکلی هن. ببینید این علامته نشون دهنده یه نور بالاست، من انگشتمو بذارم روش، این اوکی؟ یعنی این که من اگر یه بار این شکلی کنم، میبینید یه دور من اینو بدم اینور به بالا، اوکی، این نور یه بار خاموش و روشن میشه. نور بالا خیلی نور شدیدیه. حالا یه موقع میگه نور بالا رو چجوری روشن میکنی، من اینو میدم اینور و ببینید نور بالا روشن میمونه تا وقتی که من این رو دوباره بدم به اینور، بعد دیگه خاموش میشه. یه بار من از عقب میگیرم، دستمو از عمد میارم اینجا که شما ببینید نور بالا روشن، نور بالا خاموش. نکته بعدی کمربند، کمربندتو میگه نبستی، اوکی؟ این خیلی نکته مهمیه. نکته بسیار مهم بعدی که توی امتحان از خود شخص من پرسید، گفت این چراغه که اینجا روشنه چیه؟ چراغه پی نوشته، یعنی پارک. دقیقا همین رو ما اینجا هم داریم. ماشین حالا این چیز داره، بگو دیگه اون دسته رو نداره، به این میگن ترمز دستی، که من اگر پایین بدمش ترمز دستی خاموش میشه، اونم خاموش شد. الان من اگر این رو بالا بدم چراغش روشن میشه، اونجا هم چراغ ترمز دستی روشن شد. این آمپر آب ماشین هست، در واقع الان ماشین هنوز خنکه، اگر اینجا زیادی اومد داغ هستش. حالا ماشینای BMW و ماشینای فاوه تقریبا الان همه ماشین ها این قابلیت رو دارن که اگر زیادی داغ بشه اینجا هم سریع بهتون آلارم میده و اصلا بعضی سیستم ها ماشین رو از کار میندازه و یه جورایی مجبورت میکنه که وایسی. اون چیزی که روی بعضی ماشینا هست و نمیدونم توی امتحان مجاز هست که شما استفاده کنین ازش یا نه اینه. ببینید اینجا الان من منطقه هستم که اجازه دارم حد اکثر 30 تا برم و اینجام روشنه که من اجازه دارم حد اکثر 30 تا برم. حالا توی نورم بگیرمش فکر کنم ببینید، حالا این ماشین این سیستمو داره که اینجا هم نشونش میده. در واقع من موقع رانندگی توی شیشه جلو هم میبینم که چقدر اجازه دارم رانندگی کنم. اوکی؟ چیزهای دیگه که حالا بهتون بگم، کیلومتر ماشین که تا حالا چقدر رفته و بعد از بنزین زدن من هر دفعه اینو ریسیت میکنم که ببینم تقریبا چند کیلومتری باهاش رفتم. نکته خیلی مهم این هست، این باک ماشین رو نشون میده که وقتی که به این سمت داره نشون میده، یعنی میگه باک ماشینت به این سمته. موقعی که میخواین برین تو پمپ بنزین، حالا یه ماشین باشه که نمیدونید پمپ بنزین، معذرت میخوام، اون دکل بنزینش کجاست، اون باید شما برید، چرا گفتم دکل، دکل حالا آلمانیش میشه، اون در باکتون کجاست، میتونید اینوری نگاه کنید و بفهمید چیه. اینم که آمپر بنزین هست، میبینید که ماشین نوشته دیزل هست، یعنی گازوئیل میخوره و الان ماشین آمپرش اینجا هستش و به من میگه که تقریبا 813 کیلومتر با این ماشین هنوز میتونی رانندگی کنی. اوکی، نکته دیگه ای هم که میتونم خدمتتون عرض کنم این هست، بهش میگن وارن بلیک لیشت. وارن بلیک لیشت رو ممکنه توی امتحان بهتون بگه روشنش کن. این اتفاق میفته که الان چهار راهنمای ماشین روشن هست، موقعی که توی ترافیک میرسید باید وارن بلیک لیشت رو برای چند لحظه روشن کنید، با این دکمه هم میتونید خاموش کنید. در مورد دنده اتوماتیک هم کامل یه ویدیو داریم، دکمه هایی که اینجا هست حالا مال خاص ماشین BMW است و برای امتحان رانندگی هم کاملا بی اهمیت هست، چون ازتون نخواهد پرسید. این دکمه استارت ماشینه و استارت BMW و آودی و فاو پلو همه اینجوری بود که اول باید ترمز رو بگیری و بعد میتونی استارت رو بزنی. اوکی، الان من خاموش کردم، الان اگر پام روی ترمز نباشه هر چقدر این رو بزنم هیچ اتفاق نمیفته، به محض که پام رو ترمز باشه بزنم ماشین روشن میشه. من یک نگاه این دور بر میندازم، چیزی نیست که دیگه بخوام بهتون بگم. خیلی مخلصیم، بدرود، تا ویدیو بعد.